مشخصا چند ساعت گذشته شایاتی تو رسانه اجتماعی منتشر میشه و یا هیاهو ترس, و وحشتی که در واقع بخش ازمیش هم سایبریهای های رژیم به دامن میزنن که مثلا شجاعت مرد شجادل ایران علی خامنه ای باعث شده که این تمام و مخاطرات رو بپذیره و بیاید مثلا فردا نماز جمعه البته من شخصا نمیتونم حدس و گمان خاصی ندارم فردا در نماز جمعه خواهد آمد یا نه ولی خب آن چیزی که تو این 45 سال گذشته ما از آخون جماعت دیدیم خدا ترسی نبوده ترس از وجدان ترس از اینکه شب راحت نخوابم ولی جان ترسی بوده مشخصا علی خامنه ای که در تمام این چهار گذشته و بعد از تروری که درش صورت گرفت خاطرات بنی صدر رو اگر من بازگویی کنم اینجا چه مکتوب چه در مصاحبات که برخوردهایی رو که آن زمان در واقع نماینده شخص خمینی بوده در ارتش چند سالی و بعد دوران ریاست جمهوریش که خاطرات مختلفی هست از دیدار در مناطق جنگی آخون جماعت جان ترسه در هیچ ریسکی اگر این ریسک یک درصد یا یک صد درصد یا یک صد هزار درصد به جسم جانش باشد چین ریسک پذیری و نه حاکمیت نه بیت رهبری نه شخص علی خامنه ای نمیپذیره مضافا بر اینکه با تمام عرف بین و حقوق به حکایت از این دارد که نه اسرائیل و نه هیچ ارتش هیچ ارتش متخاصم و هیچ دو کشوری که در جنگ هم مثلا یک جماعتی سی هزار پنجاه هزار هفتار هزار نفر جمع بشن برای یک نماز جمعه و به اونجا حمله بشه و مثلا ده ها هزار نفر کشته بشن این جور فیلم های هالیودی بالیودی بنا به همان عرف بین الملل صورت نمیگیره اگر قرار بر این باشد که در واقع شخص تراز اول این حاکمیت هست کنن یه سلسله مراتبی داره یعنی حداقل تو یک سال گذشته هم نشون داده دو 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 دهه گذشته هم ترهای آنچنانی که موساد یا ارتش اسرائیل انجام داده از میان وزنهای وزنای سیاسی امنیتی نظامی حماس ما در نظر بگیریم و بعد رسید به بساب مقامات میانه و بعد تراز اول و شخص اول مثلا اسماعیل هنیه در این مورد مشخص از این که نشان بدن که شخص علی خامنی چنین ریسک پذیری می پذیره و میپذیره و مضافم بر اینکه من به کلیت ماجرا هم انتقاد دارم و هم برای من زیر ساله تو تمام 24 ساعت و 48 ساعت گذشته تو های اجتماعی تمام آلام و آرزو و آن چیزی که ایران و فردا ایران آباد و آزاد پس از جمهوری اسلامی انگار که پنج سال ملت ایران که نتوانست از این اهریمن اختاپوس خودشون رو به رهایی برسونن و به بارها و بارها سعی کردن و تلاش کردن و و هزینه ها دادن جوانهایی جان دادن مغز و قلب های متلاشی شده توسط نیروی سرگوبگر رژیم چشمای از حدقه در آورده شده و مشخصا حتی انقلاب زن زندگی آزادی دو این دو سال اخیر 96 دی 96 آبان 98 و قبلا 88 و دو جنبش دانشجویی 18 تیر و حل همه این 14 که ملت ایران سعی تلاش کرده از دست این اهریمنان ایران افغان این جاشخواهان خردخرد تارکندیش رهایی پیدا کنه حالا مثلا یک بتمن سوپرمنی بیاید به نام بی بی بنیامین نتانیاهو و یک شبه مثلا بیت رهبری و, و تمام نیروهای سرکوب از بین بره و آزادی رو چرس کنم سعادت برای ملت ایران بر مقام بیاره این فقط و فقط اول تا آخر یک تا صدش وظیفه ملت ایرانه بعضی از سیر حوادث و دیکتاتورا هزار ملت هزاران بار سعی میکنه دیکتاتور هم هزاران بار خونسا میکنه ولی دیکتاتور یک بار اشتباه میکنه و اون اشتباه اشتباه تاریخی در تاریخ ثبت میشه و پیروزمندان همان ملت یعنی که رهایی پیدا میکنن یک تا صد تمام این پروسه با دست ملت ایران میبوسه با تمام هزینه ها بعضی از حوادث و سیر حوادث خواسته و ناخواسته بنا هر مخاسمات یا درگیری های ایدولوژیک آن چیزی که دوبال ابراز وجود جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی که عمرش به درازا رسیده بارها بارها گفتن دوبال شیکم داستان مسئله اتمی و دومی نیروهای نیابتی هر دوتاش ضربه خوردن ضعیف شدن و تقاسمات به جای رسیده که اسرائیل برای ادامه حیات خودش مجبور هست که بخواهد جنگ مستقیم و پیش بره و این میتوان ملت ایران میتوانن اینو به عنوان یک کاتالیزور و به عنوان اینکه به حساب در یک بزنگاه تاریخی حکومت و حاکمیت ضد ملی ضعیف شده است بهترین موقعیت رو حساب شده پیش ببرم و بتوانند به حساب عنوان یک جنبش ملی در این باره از وضعیتی رو که دولت از نظر اقتصادی وضعیت بغرنج و شکستگی رو داره مشروعیت این حاکمیت آن چیزی که امنیت خراب کنه مسائل بین المللی خاور میانه و جهان بوده و همه همه اینی که مماشاتگران چهاردهه گذشته از جمله اروپا از جمله انگلیس و فرانسه و آلمان ما شخصا دو سه ساعت پیش من نظر وزیر امور خارجه آلمان رو دیدم همه همه نشان از این است که اروپا بسیار دلخور است و در واقع خطای استراتژیک غیرقابل قابل بخششی رو در دو سال اخیر و ارز اندام و ابراز وجود و اسلحه رساندن و شریک جرم بودن جمهوری اسلامی رو با پوتین و جنگ افزارهایی رو که در اختیار روسیه در جنگ اوکراین قرار داده اروپا به شدت دلخور است و نگران است که این اتحاد عمل محور شرارت از جمله کره شمالی و جمهوری اسلامی با پوتین می تواند امنیت ملی اروپا را به مخاطرات بیشتری بندازه و خطای استراتژیک غیرقابل قابل بخششیه برای مماشتگران اروپایی و کشورهای آزاد دنیا و غرب مشخصن این مضافه بر اینکه که حوادث اخیر بعد از هفته اکتبر نشان از این است که سرگردانی آن چیزی که حالا بتونیم با بخشی از حاکمیت که اصلاح طلبان است حالا مثلا یک زمانی می شود محمد خاتمی یک زمانی می شود دکتر پزشکیان شاید اصلاح پذیری صورت بگیره اروپا ناامید است که این حاکمیت بتواند به احترام بگذارد به آن چیزی که نرم موجود در جهان در به عنوان یک به حساب حاکمیتی که مسائل نظام هو بین الملل رو به احترام بگذاره و یک حکومت متعارف بشود بعد از 45 سال این حکومت نامتعارف مفروض می دارد مثل کره شمالی و این هم میتواند کاتالیزوری باشد و سیر حوادث و به نفع ملت ایران و کفه وزن ملت ایران رو بخواهد به جایی برساند که ملت ایران قوت قلب و دلخوشی بیشتری داشته باشند که از دست این اهریمنان نجات پیدا کنند وگرنه هیچ جنگی به حساب که شیرازه جامعه و زیر ساخته جامعه رو و کشور رو متلاشی کنه سبب سعادت آزادی و خوشی و زندگی نرمال و خوشبختی برای هیچ ملتی نبوده استفاده و درست استفاده کردن و موقعیت شناسی که حاکمیت در ضعیفترین شرایط خودش قرار گرفته این میتواند دلخوشی و قوت قلب برای ملت باشد وگرنه یک شبه و یک روز مثلا آن نماز جمعه فردا نقطه عطفی باشد که تاریخی و بعد از اون ما شنبه بخوایم مثلا این حاکمیت رو در یک گوشه رنگی ملت ظرف چند ساعت بخوان از بوده نبود این حاکمیت خلاصی پیدا کنه این وهم است و این بیعملی رو فریاد زدن ملت بایستی امیدشون با خودشون باشه و بخوان به راهکارهایی رو را اندیشه کنن و بدانند که کجا و در چه موقعیت های حاکمیت هایی نمیتوانند ادامه حیات بدن و مشروعیت زدایی بین مللی رو به نظر من این میتواند نقطه عطفی باشد و قوت قلبی باشد که وزنه کف ترازو نیروی ملت ایران رو بالا ببره چرا که دیگر دیگر نمی شود دنیا دیگر یارای معامله با ادامه حیات جمهوری اسلامی نیست اینو میشه به فال نیک گرفت با باور من